پرواز بر آشیانه فاخته در ایران دیوانه از قفس پرید. میخواییم راجع به این فیلم پر سر و صدا و حتی محبوب گپ بزنیم. اول نکته اولش اینه که 4 تا پوستر عالی داره. 4 تا پوستر دیدنی، گویا و عالی. خب بعدش یه جک نیکلسون داره که کاراکتر اول فیلمه. برسیم به این که آیا شخصیت در اومده و بازی چیه. یه سرخ پوست هم داره که خیلی از این مجسته است و 3-4 فیلم حرف نمیزنه. بعد ناگهان یواشکی با مک مورفی، جک نیکلسون، شروع به صحبت میکنه. از همجا شروع کنیم. حرف نزدن این آدم که بسیاری از جمله خود من رو هم بار اول دیدن 10 سال پیش، به نظرم خیلی سمپاتیک بود و خیلی خاص بود. این بار به نظرم اینطور نیامد. یعنی فکر کردیم دیدیم که فقط یه شمایله با موهای بلند و دوستی هم مفروضه. دوستی این دوتا با هم کاملا در فیلم مفروضه و چیزیش در نیامد. برای اثبات حرفم، لحظه کشتن مک مورفی آخر فیلم که با بالش میکشتش، مک مورفی از شوک الکتریک اومده لخت و در و داغونه، اصلا ربات شده. خب میشه با بیرون، با دوستی که عرض کردم مفروضه، نگاه کرد، گفت میخواد این رو خلاص کنه. 1 با 2 بار شوک الکتریک کسی به این حال نمیفته. اغراق فیلم سازه. 2، فرض کنیم اوکی دیگه، مک مورفی کارش تمومه و دوستش داره کمک میکنه که بر از دنیا، بیشتر از این نکشه. خب فیلمساز باید چی کار کنه که نمیکنه؟ بالش رو میذاره روی صورتش، انقدر فشار میده تا اون از دنیا بره. خیلی بد. چرا بده؟ مورد مشابهش رو عرض کنم و بعد برگردم به خودش. مورد مشابهش که اونم خیلی بده، فیلم امور هانتکست که اونم زنش رو همین ریختی میکشه. مورد درستش میلیون دالرز بیبی مال کلینت ایستووده که وقتی که مجبور این کار رو بکنه، چهره دردناک و مجبورش رو ببینیم. چهره که از درد داره بدتر این کار رو عالمو میکنه. 2، کات هایی که بین این قضیه باید بده، نمیده فیلمساز. کات نمیده. یعنی ما از این بالش نمیریم رو صورت سرخپوست و نمیریم، نما رو بازتر نمی کنیم. ما این رنجی رو که باید این ببره رو نمی بینیم از پشت. خب اینجا دوستی کامل از زیر سوال میره. یه کشتنی که در واقع بیس اصلیش رو نداره. خب این مهمترین صحنه است برای اینکه ما بتونیم بگیم این دوتا رابطه، رابطه این دو آدم درست نمیبینی. مک مورفی موقع زنده بودن در طول فیلم از این سرخپوست سوء استفاده میکنه، از هیکل درشتش، شمایل عظیم و جسش سوء استفاده میکنه. تو بازی بسکتبال
با مامورا این رو میذاره زیر تو بسکت و توپو بالاخره به هر جوری شده بهش پاس میده، اونم گل میکنه. این یه تنها کار کردش اینجاست. دو، یه بار دیگه میاد رو کولش و فرار میکنه، از سیمای خاردار رد میشه و میاد و بعد دوباره برمیگرده. این دوتاست. چیز دیگه‌ای به عنوان همدردی، شکل گیری یک رابطه انسانی و دوستانه در فیلم نیست. خب این یعنی این که حداقل 70-80% فیلم رو هوا میره. نکته بعد، فیلم یک کلینیک روانیه. اصلا کلینیکی ساخته نمیشه که ما با راهروها، باز دوباره یه مثال براتون میزنم، رجوع کنید به فیلم شوک کوریدور مال فولر. آه، چیز درست حسابی همین تمه. اینجا نه مکان ساخته میشه، نه از مکان ساخته نشده میشه فضا در آورد. پس اینجا یه پرستار داره، یه پرستاره که مرتب ازش میدیوم و میدیوم کلوز میگیره و اوتوریتش خیلی سنگینه. مرتب دستور میده و اوتوریته داره بر همه، چه بر بیماران چه بر مامورای اونجا. خب خیلی استراتیپیکه، یعنی خیلی کلیشه‌ایه. میتونست پرستاره رو از یک تیپ کلیشه‌ای تبدیل به یک شخصیت جدی بکنه که وقتی دفاع میکنه از مک مورفی که نفرسینش به جایی که قبلا بود، محل کار و برای آدمهای بزهکار، نگهش بداریم اینجا، اینجا اصلاحش بکنه. این از چه موضعیه؟ این نه از موضع دفاع از انسانیته، نه از موضع اینی که واقعا میخواد به معنی درست کلمه اصلاح کنه. اصلا در طول فیلم هیچ اصلاحی نمیبینیم. حتی از موضع اتوریته داشتن هم نیست، چون باید تو میزانسن ببینیم، نمیبینیم. آخری حرف رو میزنه، همه ی رعی ها رو برمیگردونه. ببینید، شوخیه، شوخی کامل. پرستاری اضافه کنم، عرض کردم تیپه و شخصیت نیست. ظاهران داره هر کدوم از این بیماران رو میاره توی جلسه گروه درمانی دیالوگ برقرار میکنه. تمام فیلم برای یک جلسه هست، جلسه ای که یکی از این آدم ها، یه آدم عاقل مرد، نشسته و اعلام میکنه که زنش بهش خیانت کرده و بهش به شدت مشکوکه. درست؟ کسی نظر نمیده، پرستارم نظر نمیده. فردای اون روز میگه یه جلسه تراپی خیلی موفق داشتیم و مسئله فلانی حرف. کجا؟ تراپی دیگه ای، تراپی تو گیومه، تراپی دیگه ای نمیبینیم. پس چیکار است ایشون؟ فقط مسئول کنترله که دارو بده به بیمارا سر ساعت. خوشمزه بازی هم آقای نیکلسون اینجا مک مورفی در میاره که قرصه رو میندازه تو گلوش ولی نمیخوره. اوه، خیلی مهمه، هیچی نیست. کلینیک وسط شهره، انگار که در یه بیابون یه سوله کلینیک رو ساختن. آدمایی که اونجا 8 نفر 9 نفر، همه تیپیک، یک جوان لاغر عصبی تیپیک، یه آدم کچل که مرتب جیغ میزنه تیپیک، یه آدم دیگه که ریش بلندی داره و اینک اصلا حرف نمیزنه تیپیک، همه تیپیکن. حتی بعضی ها مثل این آدم آخریه که عرض کردم تیپ هم نیستن، عکسن، یه عکسن. خب
با اینو میخواد چیکار کنه فیلم ساز؟ یه بال ماسکه را میندازه، دو تا بال ماسکه. بال ماسکه اولش چیه؟ مک مورفی سوار اتوبوس میکنه اینا رو، سری میشینه پشت فرمون، اینا رو میبره گشت و گذار و چند تا پلان متوسط کمی سمپاتیک از اینا تو این رابطه میگیره، همین. و بعد سوار یک قایق بزرگی تفریحشون میکنه، در واقع قایقو میدوزده. معرفی اینا به صاحب قایق، دکتر فلانی، دکتر فلانی، دکتر فلانی، بامزه است. همین. برمیگردن دو نفر جلو، برمیگردن با دو تا ماهی عظیم و جسه که اصلا ما ندیدیم کی گرفته. اینم از این بارماسکه اولش. بارماسکه دوم، ناگهان پرستار میره، مرخصی میره، هرچی میره، همه میرن، مامورای خشنه که کنترل اونجا رو دارن میرن، یه سیاه پوست نیمه مسن فکستنی باقی میمونه. خب امکان خوبیه بر هر بلبشویی که مک مورفی بتونه انجام بده و بلبشو به راه میندازه، چند تا فاحشه رو میاره تو و مشروب و یه به اصطلاح جشن نیمه آنارشی که اونجا برپا میکنه که اون آدم ها، اون 7-8 نفر کیف کنه. غیب شدن اینا خیلی تو فیلمنامه به نظر من احمقانه است. خب برسیم به بازی بسیار بسیار پرسر صدای آقای جک نیکلسون که همه شیفتش به خصوص توی فیلم. جک نیکلسون در نقش مک مورفی، یه بازی اووراکت، استروتیپیک، کلیشه‌ای که همیشه جک نیکلسون داره. بهترین این تیپ بازی توی جوکر اولی است، بتمن کمرتون، به خاطر فانتزیک بودن نقش اونجا یه حدی قابل تحمله، ولی واقعا از همه جوکرهای ساخته شده عقبتره. جک نیکلسون یه بازی دینامیک هایپر از خودش نشون میده و لبخنداش، حالت چهرهش با اون ابرو هشتش، هیچ کار جدی نمیکنه، نه غمگین میشه نه شادی جدیش تو بازی اثر میذاره. من فکر میکنم در مجموع جک نیکلسون بازیگر کلیشه‌ای بدیه. توی شاید دیپارتد مال اسکورسیسی قابل تحمل، جای دیگه این نقش خوبی ازش یادم نمیاد. یه نکته ای هم بگم، یه آبخوری خیلی سنگین اونجا وجود داره که یکی از شرطهایی که جک نیکلسون مک مورفی میبنده با بقیه اونا که همیشه تو شرطها چه با ورق چه با هر چیز دیگه میبر ازشون و تلکشون میکنه، اینی که من این رو بلند میکنم، غیر ممکنه هم چیزی. میاد وامیسه بالا سرش، زور میزنه، به شدت سعی میکنه، تلاش میکنه، ولی کاملا قلابیه. یعنی چی قلابیه؟ هر آدمی میفهمه از پس این نمیشه بر اومد مگر اون سرخپوست سمپاتیک ما، که چی کار میکنه؟ که این بس برای چی گرفته؟ برای سمپاتی تولید کردن به مک مورفی از طرف بیمارا و مخاطبا. لو میره دفعه دوم. همین آبخوری هجیم سنگین رو آخرین لحظه فیلم سرخپوست ما در میاره و آب اونجا رو
در بر میگیره، باهاش باهاش یه پنجره فرزی رو میشکونه و فرار میکنه. نمای آخر سوپوست ما میره دو طبیعت، شوخی میکنه، اینجا وسط شهره. در مجموع فیلم دیوانه از قفس پرید، اسمش هم خیلی خوشاینده، کوکوزس و نیکلسون و سرخپوست مام خیلی تیپیکال، خیلی موندن. اما وقتی فیلم رو با دقت میبینید متوجه میشید یه هیاهوی بسیاره برای هیچ.